اما اجازه بدید سلام و عرض ادب بکنم خدمت دانشپزان افتخاری خانواده یک. من علیرضا خنجری هستم، یک دانشپز که قرار مطالب علمی رو یه جوری براتون بپزه که نه تنها سر دل کسی بمونه، کسی ریفلاکس معده بهش دست نده، کسی ترش نکنه، بلکه هم بتون رو هضم بکنن، حتی اگه اون مطلب علمی مربوط باشه به یک ماده دوست داشتنی، رفیق، شفیق و با معرفتی به نام پتاسیم. پتاسیم اولین کاری که برای بدن ما میکنه این هستش که اجازه نمیده سدیم وارد سلول های ما بشه. چرا این اجازه رو نمیده؟ به خاطر اینکه سدیم یک رفیق ناباب برای سلول های ماست. سدیم سلول های ما رو مغرور میکنه، باد تو قبقبشون میندازه، اونها رو سر به هوا میکنه و در نهایت سلول های ما رو از ما فراری میده و دور میکنه. برای اینکه بتونید بهتر تصویر بکنیم که سلول های ما در مواجهه با سدیم چه اتفاقی براشون میفته، دانشپز شب گذشته طی یک اقدام محیرالعقول بخش از سلول های خودش رو کشید بیرون، گذاشت داخل یک مایع که زنده بمونن و الان برای شما آورده و میخواد این سلول ها رو بهتون نشون بده که در مواجهه با سدیم چه اتفاقی براشون خواهد افتاد. خانم ها آقایان، اجازه بدید شما رو با سلول های خودم آشنا کنم و سلول های خودم رو به شما معرفی کنم. این شما و این سلول های زنده دانشپز. بله، این سلول ها داخل این مایه هستن که اینجا دارم بهتون نشون میدم. داخل یه مایه گذاشتم برای اینکه زنده بمونه و الان میخوام داخلش رو سدیم بدمم، یعنی سدیم بهش تزریق بکنم. اما این تزریق سدیم صرفا با عمل دمیدن اتفاق میفته، خبری از سوزن آمپول و اینها نیستش. همه چیز در دنیای دانشپز امکان پذیره، از جمله دمیدن سدیم در سلول ها صرفا توسط نفس رو بیرون دادن و فوت کردن. خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. من الان میخوام اینجا سدیم رو به سلول های خودم وارد بکنم، ببینیم چه اتفاقی بر سلولم میفته. خب این که نشد، سلول از بین رفت، در جان خسته شدن، تو را بودن خسته شدن. سلول های ما همونطوری که دارید میبینید شروع میکنن به باد کردن. سلول های ما در مواجهه با سدیم شروع میکنن به افزایش حجم دادن و باد کردن، درست مثل این حبهایی که اینجا میبینید. این اتفاقی هستش که برای سلول های ما میفته. همچنان که این حبها از ما دور میشن، سلول های ما هم سلامتش از بین میره و باعث میشه سلول های ما از ما دور بشن و دیگه ما دسترسی به اونها نداشته باشیم. اما واقعا چطور سدیم راه به سلول های ما پیدا میکنه؟ به چه وسیله سدیم وارد بدن ما میشه، سلول های ما رو باد میکنه و اونها رو از بین میبره و منفجر میکنه؟ وسیله بسیار ساده ای هستش، وسیله به نام، نه اسمشو ببر نه ریختشو ببین، نمکدون. نمک سرشار از سدیم هستش. زمانی که ما نمک رو وارد غذا میکنیم، اینها وارد سلول های ما میشن و در نهایت شروع میکنن به جذب کردن رطوبت، بعد باد کردن سلول ها و در نهایت سلول های ما انقدر باد میکنن و ورم میکنن که از بین میرن. ولی چطوری میتونیم این رفیق ناباب رو از سلول های خودمون دور بکنیم و اجازه ندید که این رفیق و رفقای ناباب در بدنمون به وجود بیادش؟ با محصولات ویژه دانشپز. دانشپز امروز براتون 3 تا محصول آورده، 2 تاش زیرخاکی، یکیش 100% گیاهی هستش. البته 2 تای دیگه هم قطعا گیاهیه ولی زیرخاکیه. محصول اول من فقط و فقط در بهار عرضه میشه و شما میتونید با مراجعه به نمایندگی های مجاز دانشپز در سر تا سر کشور و البته خارج از کشور اون رو دریافت کنید، به شرطی که بهار تموم نشده باشه. خانم ها آقایان، اجازه بدید که محصول اول دانشپز برای ورود پتاسیم به بدنتون رو معرفی بکنم. همونطور که گفتم پتاسیمی که میتونه سدیم رو از بدن دور بکنه. این شما و این محصول اول دانشپز، یک محصول کاملا گیاهی به نام کنگر. کنگر یه محصول کاملا گیاهیه، 100% طبیعیه و بسیار بسیار رفیق و شفیق ما هستش. سرشار از پتاسیمه. چیزی که در کنگر زیاده پتاسیمه. پتاسیم اجازه نمیده سلول های شما تحت تاثیر نمک قرار بگیرن و البته این به معنی نیستش که بخوایم نمک بزنیم، به این معنی هستش که اگه شما دارید نمک رو در حد معقول استفاده میکنید، سدیم زیادی وارد بدنتون نشه. پتاسیم موجود در کنگر در کنار تمام مزایایی که کنگر داره و در ادامه خواهم گفت، چون گذاشتم داخل قابلمه شگفت انگیزم و بهتون نشون خواهم داد، اجازه نمیده که سلول های ما از بین برن، باد بکنن
و بترکن. اما فقط در فصل بهار ما دسترسی به یه همچین محصولی داریم. برای همین دو تا محصول دیگر رو با خودم اینجا آوردم که بهتون نشون بدم محصولاتی که هر کدوم زیرخاکی هستن و البته یکیشون در حق یکیشون خیلی جفا شده. ما وقتی میخوایم از کسی یاد بکنیم که بگیم طرف خیلی خیرش به کسی نمیرسه، این محصول رو نسبت میدیم به اون آدم، میگیم فلانی خیلی بل نسبت شما بیرگه. اما این بیرگ صفت کدوم محصول ویژه دانشپز هستش؟ خانم ها، آقایان، اجازه بدید با غیرت ترین محصول دانشپز رو خدمتون معرفی کنم. این شما و این سیب زمینی با غیرت. سیب زمینی رگ غیرتش برای سلامت ما میتپه، میزنه بیرون و اجازه نمیده که سلامت ما در خطر بیفته. سرشار از پتاسیم هستش. این پتاسیم اجازه نمیده که سلول های ما بخوان ورم بکنن و حالشون بد بشه و از ما دور بشن. برای همین هیچ وقت نگیم فلانی مثل سیب زمینی میمونه. نه، اگه کسی جنم داشت، اگه کسی شجاعت داشت، اگه کسی دنبال این بودش که بخواد کار کسی رو درست بکنه، حال کسی رو خوب بکنه و بگه اون آدم مثل سیب زمینی، اصلا ما جایزه سیب زمینی طلایی رو براش در نظر بگیریم. اما سومین محصول ویژه دانشپز که اون هم یک محصول کاملا زیرخاکی هستش، درست مثل سیب زمینی که یک محصول کاملا زیرخاکی هستش، محصولیه که فکر میکنم دیدن شما رو به وجد بیاره و میل کردنش اعصاب شما رو آروم میکنه. ضمن اینکه بعد بهتون بگم که پتاسیم کلا اعصاب رو آروم میکنه، اما این محصول جدا از اینکه پتاسیم داره، حتی اگه پتاسیم هم نداشت حال شما رو خوب میکنه. چرا؟ خواهم گفت. اجازه بدید اول باش آشنا بشین. خانم ها، آقایان، این شما و این محصول ویژه دانشپز که البته چند وقت پیش ذکر خیرش همینجا بود. هویج. هویج هم باز از اون دسته محصولاتی هستش که بعضی موقع وقتی میخوایم بگیم کسی هیچ کاره است، نخودیه، بهش میگیم طرف مثل هویج میمونه. از بعد اگه کسی به شما گفتش که فلانی مثل هویج میمونه، اصلا ناراحت نشید، برای اینکه هویج سرشار از خاصیت، اینجا بارها راجع به خاصیتش گفتیم، از جمله تاثیراتی که روی پوست داره. حالا میخوایم بگیم که سرشار از پتاسیم و حال سلول هامون رو خوب میکنه و اجازه نمیده که سدیم در داخل سلول هام بمونه، باد بکنه، ورم بکنه. و البته اون چیزی که باعث آرامتر شدن ذهن و حال ما میشه این هستش، خوردن هویج باعث خرد خرد کردن در درون جمجمه‌مون میشه. یعنی وقتی ما زمانی که شروع میکنیم هویج رو خرد 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 میل کردن، این صدای خرد خرد یواش یواش حال ما رو خوب میکنه. بدون اغراق و پیازداغ دارم اینو بهتون میگم، یک تحقیق ثابت شده کاملا علمی هستش. اما از همه اینا که بخوایم بگذریم، باید بگم که این محصول گیاهی یعنی کنگر یه خاصیت ویژه هم برای ما داره. کنگر دوست داره یه بخشی از بدن ما هستش که ما خیلی دوستش داریم. یعنی هر کی رو که دوست داریم و علاقه داریم اون رو به این لقب یاد میکنیم. مثلا بچه‌مون رو میگیم جیگرمونه. کنگر عاشق جیگره و جگر و کبدمون رو به خوبی حفظ میکنه. من اینجا با خودم یه تیکه از کبدم رو آوردم بهتون نشون بدم. این کبد ماست. این کبد ماست. بله، تعجب نکنید، در دنیای دانشپز همه چیز یه رنگ و بوی دیگه داره. کبد در درون بدن ما مثل این چای صاف کنه، یعنی اجازه نمیده که سموم و توفاله ها وارد بدنمون بشه. و این کنگر هم دوست داره این کبده، یعنی اگه چیزی داخل کبد بمونه شروع میکنه درست مثل جارون رو جارو کردن و این سموم رو از بین بردن. خانم ها، آقایان، امیدوارم از خوراک پتاسیم امروز نهایت لذت رو برده باشید و اگه کنگر درست کردید ما رو هم یاد کنید. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. انقدر اصطلاحاتون و مثالاتون جالبه، من یه وقته هی میخوام براتون دست بزنم و هیجانمو بهتون منتقل کنم. ممنونم آقای خنجری، خیلی متشکرم از این اجرای بسیار بسیار خلاق.